بارد سلام و احترام خدمت شما بیننده های تلویزیون. اینک من محمد عظیم الفتی ارائه گزارش و تصاویری از محفل دور اول فراغت کورس گویندگی محصلان محفل تعلیم و تربیه کابل در خدمت شما می باشم. امید داشته های برنامه مورد توجه و دلچسپی شما قرار گرفته و داشته های برنامه را دنبال کنید. خب با ما باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های تلویزیون خراسان سلام. امروز شنبه 28 عقرب 13/4 خورشیدی است که برابر می شود 18 نوامبر 2005 میلادی. توجه شما را جلب می داریم به اخبار این ساعت. نخست سرخطه چند خبر. ماستر پلان شهر کابل از هر لحاظ کامل است. کمک 50 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی برای توسعه شبکه برق. دو کارمند مؤسسه CHA در فرار بوده شدند. زندانیان افغان گوانتانامو به افغانستان منتقل می گردند. تلفات امریکایی ها در عراق سیر سعودی را تعیین می کند. حال مشروع خبرها. گوینده محمد عظیم الفتی. ماستر پلان شهر کابل از هر لحاظ کامل است. غلامسخی نورزاد شاروال کابل طی مصاحبه گفت ماستر پلان شهر کابل که از سال 1352 آغاز و در سال 1357 تکمیل گردید از هر لحاظ کامل بوده و تمام اساسات و معیارهای انجینری با در نظر داشت ضرورتهای زندگی شهری در آن گنجانیده شده است. وی افزود روی این پلان 35 تن انجینران ورزیده داخلی و 30 تن انجینران لایق از 6 کشور خارجی به صورت خوب کار کرده اند. این گروه کاری متشکل از متخصصان و کارشناسان داخلی و خارجی به صورت خوبی از عهده وظیفه‌شان بیرون شدند. این پلان شهری با مصرف گزاف تکمیل گردیده است. و این اضافه کرد که این پلان قابل تطبیق بوده و هر نوع تعدیل در آن کار تخصص فراوان و مصارف زیادی را ایجاب می کند. تا زمانی که ماستر پلان جدید در اختیار ما قرار داده نشود خود را در اجرای آن ملزم می دانیم. کمک 50 میلیون دلاری بانک انکشاف آسیایی برای توسعه شبکه برق. محمد اسماعیل وزیر آب و برق با نماینده بانک انکشاف آسیایی هفته گذشته ملاقات کرد. نماینده این بانک وعده اعطای 50 میلیون دلار را برای تمدید و توسعه لاین شبکه های برق از پلخمری تا کندز، خان آباد و بشتاکود و از آنجا تا طالقان و از کابل تا جلال آباد و مهتندام ابراز نمود. نیمی این پول به صورت بلاعوض و نیمی دیگری آن به صورت قرضه طویل المدت برای تمدید لاین شبکه های نام برده به کار خواهد رفت. پول مذکور از طرف بانک انکشاف آسیایی برای افغانستان پرداخته می شود. دو کارمند مؤسسه CHA در فرار بوده شدند. هفته گذشته دو کارمند مؤسسه خیریه CHA همراه با دریورشان در ولسوالی پرچم ولایت فرار ربوده شدند. عامل صحابی این مؤسسه در ولایت هرات این خبر را تایید کرده است. به باندگان 5 تن افراد مسلح بودند و کارمندان مؤسسه نامبرده را با موتری آنها را بودند. 1.5 سال پیشتر نیز دفتر صحابی این مؤسسه در ولسوالی میوند ولایت قندهار مواد حمله بم دستی مهاجمین ناشناس قرار گرفت که دارایی آن را به غارت بردند و دو نفر کارمندان آن را مجروح گردانیدند. گفتنی است که این مؤسسه از 17 سال به این طرف در اکثر ولایات کشور مسئول خدمات بشری برای هموطنان من. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا
ثلثتين وأحييت ثلثتين. وأحييت ثلثتين فاعترف لنا بذنوبنا جمیلی رئیس شورای فرهنگی پوهنتون تعلیم و تربیت که در زمینه رشد استعدادهای هنری ادبی و فرهنگی محصلان سعی بلیغ می کنند، خواهشمندیم با خیر مقدم استادان و محصلان و مهمانان و مطالبی که در نظر دارند محفل ما را آغاز بکنند. و صلات و صلات محمد و آله و اصحاب اجمعین. هیئت رهبری پوهنتون تعلیم و تربیت، استادان و محصلین عزیز، سلام علیکم و رحمت الله. جای بسیار مسرت و خوشی است که یک بار دیگر باز هم در راستای کارهای عملی و تعیین شده شورای فرهنگی پوهنتون تعلیم و تربیت یک قدم دیگر هم توسط استادان مجرب و با معرفت برای رشد و توسعه استعدادهای جوانان ما در ساحه ادب و هنر برداشته و امروز در محفل شرکت میکنیم که توسط زحمتکشی های استادان محترم رفیقی صاحب و شادی جان و بخصوص علاقمندی و دلچسپی محصلین عزیز و خواهشات علمی و ادبی و فرهنگیشان از طرف صبح و شام و زحمات و مشکلاتی که در محیط ما هست باز هم توانستن مدت مدید قابل توجه تقریبا 3 ماه در این کورس‌ها سخنی بکنن و امروز ما شاهد برجستگی های عملکرد های هنریشان هستیم. پوهنتون تعلیم و تربیت کابل همیشه کوشش کرده و کوشش میکند که برای محصلین در هر رشته و در هر ساحه چی از نقطه نظر امور علمی، کارهای علمی دیپارتمنت ها و کادرها و همچنان پلان های تعلیمی همدوش و همزمان در راه رشد فرهنگ و کلتور کشور ما نقش مهم و اساسی و بنیادگذار را داشته باشد. ما هم تلاش میکنیم، ولی این تلاش ها تنها موفقیت در ساحه دارد که خود جوانان در این پروگرام ها سهم بگیرند. موفقیت از این اداره یا موفقیت از این مؤسسه و پروسه تنها و تنها در سهمگیری شما جوانان محترم است. تا زمانی که شما متشبث نباشید، تا زمانی که خود نخواسته باشید، تا زمانی که خود به عملکردها و استعدادهای هنری و علمیتان علاقه و شوق و ذوق خاص نشان ندهید، هیچ راهنمایی، هیچ مربی نمیتواند منبد شما واقع شود. ما فقط راهنما هستیم، همکار هستیم، مشاور هستیم و شما کسانی هستیم که در خودسازی خود
در بازسازی فکری و علمی خود، در توجه به امور اجتماعی و فرهنگی خود میتواند دست به دست در آغوش همدیگر در چوکات از این تحصیلات عالی، مؤسسه خوب تحصیلات عالی افغانستان که به خصوص ما احترام خاص برزی دارم، یعنی پاتون تعلیم و تربیت، در واقعیت نمایشگر پاتون در واقعیت نمایشگر تعلیم و تربیت سرتاسری معارف افغانستان است. چون مایان و شماها کسانی هستیم که تعلیم و تربیت و رشد فرهنگ در تمام کشور، در تمام قصبات، دهات، قریجات و شهرها بدون کدام تمیز و تمایز و بدون کدام تغییر و تشکل به صورت همه جانبه پیش میبره و این راه است که برای شکوفایی کشور ما در راه امنیت، صلح، صفا و صمیمیت، هماهنگی و برادری فرهنگی و هنری در تمام ساحات کشور راهنمود ما برای دام بودن اساسات خواهشات ملی و مردمی ما را میتونه تعیین بکنه. و بیشتر وقت شما را نمیگیرم، از تشریف آوری شما بسیار زیاد تشکر میکنم و به خصوص از استاد محترم که در این ساحه زحمات قابل قدر کشیدن و از این جوانان عزیزی که در این پروسه موفق بودن، برشان قبل از اهدای تحایف و شهادت نامه ها از صمیم قلبشان تبریک میگم و ایران هم بر پوانتون تعلیم و تربیت و هیئت رهبری پوانتون تعلیم و تربیت که همیشه هم مومد و همکار هر اداره از این پوانزه پوانتون بوده، از اونا هم قبلا تشکر میکنم. تشکر. تقاضا میکنیم که با بیانیه رهنمودی خیش و نطاقان جوان ما و با نخستین دور کورس گویندگی هدایات و رهنمودی که دارن ابراز نمایم بر نگذرد. به اجازه دانشمندان، محصلان نهایت عزیز و دوست داشتنی، قبل از همه مراتب تبریکات صمیمانه خود به جوانان عزیزی که بعد از یک دوره آموزش در بخش هنر گویندگی خدمات طاقت فرسایی را متحمل شدند و همچنان استادای بسیار بزرگوارشان و مسئول شورای فرهنگی جناب استاد جمیلی صاحب، استاد محترم دانشمند گرامی رفیقی صاحب و سایر استادایی که در ایرا زحمت کشیدن و ای جوانا را تربیت کردن، صمیمانه اظهار می دارم. دوستای عزیز، شما بهتر می فهمین که جهان امروز، جهان علم و دانش، جهان ساینس و تکنولوژی هست. اهمیت رسانه های گروهی و مطبوعات در دنیای امروز آنقدر ارزش داره که در جوامی پیشرفته مطبوعات به نام قوه چهارم یاد میکنه. هنر نطاقی یکی از صفات بسیار برجسته و اوصاف عالی و حمیده انسان است که پروردگار عالم برای هدایت بشر و برای هدایت 18,000 عالم از آسمان، از عرش معلا بهترین تحفه را برای رهنمایی بشر سخن انتخاب کرد و از